دونه قوزیس شده 15000 تومان. اینا چقدر میخوام پول بریزن؟ به 5 نفر 205000 تومان. 205000 تومان تقسیم بر چند کیلو قوزه بکن. در 60 دقیقه نگاهی داریم به جهش قیمت ها بعد از افزایش بهای بنزین. موج گرانی ها واقعی و ماندگار است یا روانی و زودگذر؟ این سوال من از دو کارشناس اقتصادی است. همچنین در برنامه امشب دست کم 208 کشته، جدیدترین آمار افراد بین الملل از قربانیان اعتراضات اخیر در ایران. این نهاد میگوید خانواده های جانباختگان وادار به سکوت شدند. موج جدید آنفولانزا در ایران فراگیرتر و خطرناکتر از سالهای گذشته. دست کم 56 نفر جانشان را از دست دادند. و پیشنهادهایی برای ساده نویسی فارسی. فعالان سیاسی به چه نکاتی در تغییر خط بی‌توجهند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، خوش آمدید. بیش از دو هفته از افزایش قیمت بنزین در ایران می گذرد. بسیاری از دارندگان خودرو سهمیه 60 لیتری این ماهشان را استفاده کردند و حالا باید باک ها را با بنزین 3000 تومانی پر کنند. تا هفته پیش مصرف 200 لیتر در ماه 200000 تومان برای یک خانواده خرج داشت. حالا 500000 تومان. این را بگذارید کنار گرانی شدید سایر کالاها و خدمات. در حالی که وزرای دولت میگویند جهش قیمت بنزین اثر ناچیزی بر قیمت بقیه چیزها دارد، خبرگزاری ایرنا از افزایش 25 تا 50 درصدی نرخ حمل و نقل خبر داده. افزایشی که انتظار می‌رود به بسیاری از بخش‌های دیگر هم سرایت کند. همزمان کارشناسان درباره اثرات روانی این سیاست بر قیمت‌ها هم هشدار دادند. اما گروهی دیگر معتقدند که افزایش بهای بنزین تصمیم درستی بوده. چرا و با چه استدلالی؟ بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی ببینیم از محمد امینی. مقامات می‌گفتند با افزایش 3 برابری قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها بالا نخواهند رفت. افزایش قیمت‌های خودسرانه بشه. اما حتی گزارش‌های رسانه‌های حکومتی هم در ایران می‌گویند قیمت‌ها بالا رفتن. 2 برابر تا 3 برابر مغازه‌ها می‌فروشن. مثلا 300 تومان کرنه زمانه می‌گیره 600 تومان. کیلو 300 تومان بیشتر می‌گیره از ما. چقدر می‌واتون تغییر کرده با توجه به این تغییر نرخ کرایه؟ همین افزایش قیمت و نگرانی‌های ناشی از خرج زندگی بود که باعث شد مردم فردای اعلام 3 برابر شدن قیمت بنزین به خیابان‌ها بریزند. حالا با هزاران میلیارد تومان خسارت ناشی از اعتراضات و تلفات جبران ناپذیر جانی و روحی، حکومت مانده با این معما که چگونه میتوان قیمت بنزین را 3 برابر کرد ولی قیمت کالاها و خدمات را مثل سابق نگه داشت. از بین بردن رکود که البته امری نشدنی، چون قیمتها به حرف امامان جمعه و مقامات دولتی توجه نمی کنند و از معادلات بازار پیروی می کنند. دولت به این ماشاءالله به این گندگی دولت ادعاشون اصلا دیگه از آسمون هم زده به اونور. نمیدونن یه شب بنزین 300 برابر کنن این بلا سرشون میاد. عقل ندارم. ببین چسب ما میخریدیم 48 تومن شد 200 تومن، 300 400، الان برو 1 میلیون تومن پیدا کن بره. میگن بازرس. کدوم بازرس؟ خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی مفصل با اشاره به جدول قیمت‌هایی که تهیه کرده نشان داده که قبل و بعد از افزایش قیمت بنزین چه اتفاقی در بازار افتاده. خبرنگار فارس در کرج هم به میان مردم رفت. یکی گفته پنیر سنتی در هر کیلو 10000 تومان گرانتر شده. خانمی گفته بربری قبل از بنزین گرانتر شده بود، اما در چند روز گذشته باز هم اقدام به افزایش قیمت کردند. از این موارد زیاد است، تا جایی که میرسد به بحث شکایت مردم به نهادهای مسئول. یکی گفته من 3 روز است که نتوانستم با سامانه 135 و 124 تماس بگیرم و هر موقع زنگ میزنم اشغال است. خیلی از شهروندان نگرانند که این تازه شروع افزایش قیمت ها باشد. آنها میگویند کسانی که کالاها را انبار کردند تا گرانتر شود، به دلیل نگرانی از برخوردها هنوز وارد عمل نشدند. میتونه زمان گردن کلفته مالیات بگیره. چرا گردن کلفته نگیره؟ فقط تمام فشار داره رو بربخ میاد.
الان میدونی قلچه شده 15000 تومان. اینا چقدر میخوام پول بریزن؟ به 5 نفر 205000 تومان. 205000 تومان تقسیم بر چند کیلو قلچه بدون. اصلا چیزی دیگه را بده. محمد امینی بی بی سی. چقدر قلچه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع علی حاجی قاسمی مدیر دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه سودرتون سوئد از استکهلم با ماست. آقای حاجی قاسمی بر روی دولت‌های رفاه در اروپا تحقیق کردند و معتقدند باید یک برنامه فوری و جدی در جهت توانمندسازی قشر ضعیف اجتماعی اتخاذ بشه. و همچنین علیرضا صلواتی کارشناس اقتصاد سیاسی ایران اینجا با من. آقای صلواتی، معتقدند چیزی که در مورد افزایش قیمت‌ها شاهدش هستیم در حال حاضر شوک روانی و اثرات واقعی این سیاست بعدن مشخص میشه. خوش آمدید به برنامه آقای صلواتی. اساساً فکر میکنید که این شکل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیم درستی بود؟ الان با این اتفاقاتی که افتاده خیلی مشکله که بخواد آدم از این تصمیم دفاع بکنه، ولی اگه شما فکر کنید که یه پزشکی بر سر بالین یه دونه قاتل هم اگه وارد بشه باید جلوی خونریزی رو بگیره، بعداً به مسائل دیگه‌اش. اگر از من بپرسن که در رژیم صدام و استالین هم حذف سوبسید خوبه یا بعد، من معتقدم که تصمیم درستیه، ولی نحوه اجرای اون، این که در به جای اینکه به شکل پلکانی قیمت رو آزاد بکنیم بیاییم یک شبه 300% قیمت رو گران بکنیم، این بحث آزادسازی و گرانی دو تا ترم متفاوت اقتصادی هستن. اگه اینها رو این شکلی بخوایم اعمال بکنیم، خب نتایجش هم همین میشه که الان داریم میبینیم. آقای حاجی قاسمی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این تصمیم حذف سوبسیدها اقدام درستیه با توجه به شرایط اقتصادی ایران؟ با توجه به همه شرایط غلط بوده. و غلطی کارم در اینجاست که در مورد مسائل این مهمی فقط دولت و یا رسانه ها یا نهادها با اقتصاددان ها صحبت میکنند، در حالی که اقتصاددانان همونطور که آقای صلواتی دقیقا الان اشاره کردن فقط از فاکتورهای اقتصادی حرکت میکنند در ارزیابی اقدامات سیاسی. این اقدام تصمیم سیاسی اتخاذ شده و تأثیراتش بر اقتصاد بوده و جامعه فقط در برگیرنده اکت بازیگران اقتصادی نیست. گروه های گسترده اجتماعی که به گفته خود دولت 60%شون نیازمند کمک هستند بعد از این سیاست ها، اونها تعیین میکنن که چه سیاست اقتصادی با جاری بشود. خیر، این سیاست در هر حالتش به این شکل غلط بود، به طور تدریجی. یعنی اساساً شما اساساً با حذف سوبسید مخالفید؟ خیر، اصلا اینجوری نیست. منتها سوبسید باید به گونه ای کاهش پیدا بکنه که بر زندگی گروه های اجتماعی که در یک روند طولانی سوبسید بگیر بودن بر اونها تاثیر منفی نذاره. یعنی باید جایگزین میشد این اثرات تورمی گسترده که جامعه فکر میکنه حذف این سوبسید بر اقتصاد آنها میذاره. و جامعه همونطور که در گزارش شما بود، مردم به صورت مشخص مثالهایی از زندگی روزمره شون میذارن و میگن که قیمت کالای مختلف هنوز به هفته نرسیده، بالا رفته. خب اینها رو باید در نظر گرفت. یعنی افزایش 40-50% رو من حداقل چیزیه که با افزایش قیمت بنزین پیش بینی میکنم. و دولت موظف است، نظام موظف است در قبال گروه های اجتماعی که آسیب جدی میپذیرند، یعنی طیف وسیعی از شهروندان قرارداد اجتماعی دولت با جامعه داره، که این خسران و یا خسارت های ناشی از این سیاست بی تدبیرانه رو بهاشو پرداخت بکنه. و به طور فوری و تنها کاری هم که الان میتونه انجام بده اینه که به جای اون 50000 تومانی که گفتن پرداخت میکنن، یک رقم بسیار گسترده‌تر از این باید به تک تک شهروندان پرداخت بشه تا جامعه اطمینان پیدا بکنه که به اصطلاح پیامدهای منفی این سیاست نادرست بر زندگی روزمره آنها، بر سفره و بر نون شبشون تاثیر منفی بیشتر از این نخواهد گذاشت. آقای صلواتی، سوالی داشتین؟ بله، من جواب دادن، یعنی در آخرش گفتم به جای اینکه 50000 تومان بدیم 5 میلیون تومان بدیم. میدونید مثلا من دارم میگم، حالا یه عدد خیلی بزرگی رو گفتم. مثلا من اینو خواستم بگم، نه شما گفتید یه عدد بزرگتر. اون میزانی که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشه، یعنی زندگی عادی و روزمره مردم، به جای 50000 تومان مثلا چقدر اون باید جبران بشه؟ بله، یعنی 50000 تومان نباشه، مثلا 500000 تومان باشه، 5 میلیون تومان باشه. اگر لازم هست 500000 تومان، بله، چون مردم در این تصمیم گیری نقش نداشتن. بله،
این بحث ببینید، تو مشکل مسئله اقتصاد و معرفت شناسی این شبیه پزشکی و زیست شناسیه. شما وقتی بر بالین یه دونه بیمار وارد میشید دیگه بحث های زیستی رو مطرح نمی کنید، مستقیم میرید سر مسائل پزشکی. این بحثی که استاد عزیز در سوئد میفرمایند بحث بازی مرغ و تخم مرغ میشه، بحث بازی دویدن و دنبال سایه میشه. الان شما نگاه بکنید به ونزوئلا، ونزوئلا هر چقدر تورم میرفت بالا همین سیاست بودش، هر چقدر تورم میرفت بالا پول چاپ میشد. ببینید پول یک کالاه، پول یک کالاه، بقیهش همه بقیه حرفای دیگه حرفای فلسفیه. پول یه کالای هر کالای داره بکنم. خیلی اجازه بدید کلام منعقد بشه عرض کنم خدمتتون. پول یه کالایی، هر کالایی در بازار هر چقدر افزایش پیدا بکنه ارزشش میاد پایین. اگه مثلا ما میگیم طلا با ارزشه به خاطر اینکه میزانش از آهن کمتره، پولم همینطوره. شما در تمام دنیا شما نگاه بکنید ضعیف‌ترین و فقیرترین کشورها هم تورمشون حل شده، 3-4 تا کشور ازش که تورمش حل نشده، یکیش ایرانه. به خاطر اینکه هر جای دیگه هر چیز دیگه به تورم ربط نداره، تورم فقط به بانک مرکزی مربوطه. در توی این 50 سال گذشته حدود مثلا دقیق عرض کنم 61 سال گذشته هر چقدر حدود 20% 25% هر چقدر نقدینگی ایجاد کرده بانک مرکزی، پول بیشتر چاپ کرده به همون ترتیبی که آقای دکتر فرمودن، خواسته اینو جبران بکنه، از جیب مردم پول چاپ بکنه بده دست مردم، همون میزان تورم ایجاد شده. این اصلا هیچ چیز عجیبی نیستش. 25% خب با این اوصاف چیز که عجیبه اینه که کارشناسان دولت هفته پیش اومدن گفتن که اثرات تورمی این سیاست 2%. بر چه اساسی اینا چجوری محاسبه کردن که میگفتن فقط 2% در اثر 2%؟ ببینید این برای اینطوری حساب میکردن، اینطوری حساب میکردن که در دولت آقای خاتمی و در دولت آقای احمدی نژاد و در دولت آقای روحانی این کار اتفاق افتاد دیگه. ما الان مثلا من یه سری اعداد میتونم بگم، استاد عزیزمون هم از سوئد میتونه یه سری اعداد بگه. من میگم بدترین روش اثبات یک ادعا تجربه است. ما توی این کشور در دولت آقای خاتمی 400%، الان 300%، 400% افزایش قیمت بنزین داشتیم. تورم هیچ وقت معدلش از 17% بالاتر نرفتش. این چطور شد که اونجا این کارو کردن؟ شد بعد تو دولت آقای احمدی نژاد وقتی تورم رو برد، وقتی به یک بار جهش ایجاد کردن، چون اواخر دولت آقای خاتمی اگه خاطر مبارک باشه آقای حدادینا رأی آوردن مجلس هفتم، تو مجلس هفتم یه دونه طرح دستور کردن اجازه افزایش نرخ حامل های انرژی رو به خاطر بحث‌های پوپولیستی ممنوع کردن، به جای اینکه به شکل پرلکانی و تدریجی این اتفاق بیفته موند. در دولت های احمدی نژاد وقتی اینو یهوی افزایش دادن تورم دوباره همون شد. سیاست های پولی که در دولت آقای خاتمی بود تقریبا به بازار نزدیک بود. آقای ستاری فرد در برنامه بودجه و مرحوم آقای دکتر نوبخش سیاست های پولی رو تنظیم کردن، 400% تورم ما داشتیم، توی سوخت تورم هیچ وقت 17% بالاتر نرفت. الان 300% افزایش دادن تورم، تازه این سر بله من فکر میکنم اولش. آقای حاجی قاسمی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که همونطور که شنیدین آقای صلواتی هم گفتن، تازه این تورمی که فعلا شاهدش هستیم نتیجه شوک روانیه که به بازار ایجاد شده. فکر میکنید که حاکمیت راهی برای مهار این تورم افسارگسیخته خواهد داشت؟ اگر حاکمیت گوش بکنه به حرف کارشناسان گوناگون، به متخصصین دولت رفاه، نه فقط به اقتصاددانان لیبرال در داخل که در این 20-25 سال اخیر اونا تعیین کننده بودن، اگر گوش بکنه راه حل وجود دارد. بله، یعنی شما معتقدید که مسئله نگاه لیبرالی به اقتصاده؟ کاملا همینطور است. من الان برای آقای صلواتی توضیح میدم. ببینید مسئله‌ای که هست، ما در ایران فاکتور دیگه که شما بهش توجه نمی‌کنید اینکه توزیع ثروت و امکانات است. در این کشور در این 40 سال اخیر و پیش از آن و در همه سالها ثروت وارد شده. ما فقط یک سال هست که مسئله تحریم داریم و درآمدها کاهش پیدا کرده. ثروت وجود دارد، توزیع ناعادلانه ثروت وجود داره. یعنی گروه ها و نهادهایی هستند در این مملکت که ثروت در اختیارشون هست.
به زبان خیلی ساده اینجوری هست. الان اگر راه حلی میخواد وجود داشته باشه اینه که آن نهادها و آن منابعی، آنهایی که منابع ثروت در اختیارشون هست، اونها رو در این شرایط باید در جامعه توضیح بکنن. به خاطر اینکه دولت میگه از طریق پرداخت یارانه نقدی داره توزیع دوباره ثروت رو میکنه بین طبقه که نیازمند به یاران است. 50,000 تومان برای هر فردی، 50,000 تومان پول بلیت اتوبوس، افزایش بلیت اتوبوس نخواهد شد. نه این ناچیز است، ناکافی است. از جامعه بپرسه، که حکومت، دولت که آقا جان افزایش هزینه شما چقدر میشود، چقدر فکر میکنید که بشود. مهم خیلی اوقات این نیست که در عمل چه اتفاق میفته. جامعه تصورش این هستش که هزینه ها قرار است سرسام‌آور بالا برود به واسطه سیاست گذاری که دولت و حکومت انجام داده. پس بنابراین مردم که نقشی نداشتن در این سیاست گذاری، که آنهایی که در این سیاست گذاری نقش داشتن باید تاوان این سیاست هم پرداخت کنن. و این گروه های ضعیف جامعه که خود دولت داره میگه 60% جامعه رو در بر میگیره، اینها در کوتاه مدت که الان نگران هستن و تنها و تنها نگرانیشون با جابجایی ثروت و امکانات صورت میگیرد. آقای سلواتی هم دقیقاً میدونه که اون ثروت و امکانات کجاست و این ثروت و امکانات حق جامعه است. جامعه این رو الان طلب میکنه، این رو بگیریم، بعد اون وقت هر با سوبسیدا هر برنامه بلند مدتی قرار ریخته بشه، کارشناسان اقتصادی در ایران زیاد داریم که بلدن چیکار باید بکنن، از اونها بپرسن. یه گروهی که در برگیرنده، یک گروهی از کارشناسان که در برگیرنده طیف‌های مختلف فکری و سیاسی هستند، با هم بشینن یک طرح و برنامه بلند مدتی بریزن. در کوتاه مدت آنچه باعث نگرانی شده، این رو من یا آقای سلواتی نمیگم، جامعه داره میگه. یعنی به جامعه مراجعه بکنین، بپرسین که شما ارزیابیتون از این سیاست چی هست، درست یا غلط، هر چی جامعه میگه اون رو باید بهش توجه کرد. برای اینکه جامعه یعنی بازیگران واقعی در صحنه اون مردمی هستن که فردا میخوان برن خرید کنن، کالا میخوان خرید بکنن. اینه که ما نمیتونیم چهار تا کارشناس بشینیم در رسانه ها اظهار نظر بفرماییم، نه اینجوری نیست. اکتور واقعی خود مردم هستن که در جامعه قرار عمل. آقای صلواتی، به نظر شما یا اشکال از اقتصاد لیبرالی و باید ثروت بیشتر از این تقسیم بشه بین مردم؟ ببینید وقتی که مثلا بخوایم توی صدا و سیما میخوان فحش بدم به کسی، میگم مثلا دولت بازرگان دولت لیبرال بود، این دیگه لیبرال ترینش اون بود که تمام صنایع ما رو که خصوصی بود کرد دولتی. امروز هم بعد 40 سال که از اون دولت لیبرال آقای مهندس، مرحوم مهندس بازرگان گذشته، 90% اقتصاد کشور دولتیه. این کدوم اقتصاد لیبرالی در این کشور اجرا شده توی این 40 سال که ماحصلش شده 90% اقتصاد دولتی، ماحصلش شده سوبسید سنگین انرژی، نه فقط بنزین، کل انرژی، ماحصلش شده دونرخی بودن انرژی. این کدوم مکتب لیبرالیه؟ این هر چی هست؟ آقای سلواتی، این هر چی هست؟ این در واقع ملغمه ای که اقتصاد ایران درش قرار گرفته، چه مکتب اقتصادی هیچ، از هیچ، شما؟ هیچ مکتبی نیست. یعنی من الان من نگاه کردم بارها و بارها، مثلا همین آقای روحانی توی مرکز مطالعات استراتژیک که بود میگفتش نئوکنزی. این الان استاد اونجا هستم، به من بگن که نئوکنزیه این روش، به من بگن که این کشور سوسیالیستیه، یعنی مثلا دولت‌های رفاه کشورهای اسکاندیناویه، یا کشور مثلا مثلا اقتصاد کاپیتالیستی 100% سنگین مثل مثلا آمریکا. هیچی نیست. یک مجموعه مافیایی ناکارآمده که نفت رو فروختن، آوردن خوردنش، شروع کردن به خوردن سرمایه. انگار که شما مثلا الان برید خونتون رو بفروشید، بعد برید هی باهاش خوش بگذرونید. این اول بدبختی شماست. شما دارید ثروت رو، تولید ثروت نمی کنید، بهره وری رو نمی برید بالا. یعنی همون چیزی که در دهه 40 در این کشور در ایران اتفاق افتاد، بعد که قیمت نفت رفت بالا، شاه گفتش که انا رجل، من خودم می فهمم چی میگم دیگه. هیچ حرف اقتصاددانا و کارشناسا رو گوش نمی کرد، خودش تصمیم می گرفت. همون روال بدترش توی دولت‌های مختلف اتفاق افتاد و خیلی خیلی شبیه بود به اون دهه آخر رژیم شاهنشاهی با رژیم این که قیمت‌ها جهش پیدا کرد در دولت آقای احمدی نژاد. نفت 140 دلار رو فروختن، پوش
هیچی نیست. بل. یعنی شما تا ثروت ایجاد نکنید که این پولا که پول نمیشه برای کشور. آقای حاجی قاسمی، اقتصاد ایران از دید آقای صلواتی اقتصاد لیبرالی نیست. اقتصاد رانتی شبه نئولیبرالی است. یعنی اقتصادی که با پول نفت اداره میشه و میزان تولید غیر نفتی کما اینکه مشخص شد بسیار پایین است. یعنی ما آقای دولت اشاره کردن که ما فقط 30-35% درآمد دولت از طریق مالیات که به نوعی به تولید در جامعه ربط داره میتونیم تامین بکنیم، بقیه دیگه‌اش رانتی بوده. خب و میخواد با روش‌های نئولیبرالی اونو تحسین بکنه. نه، اتفاقا اقتصاد نئوکنزی که آقای روحانی میگن اصلا ایشون نیست. اون چیزی که بنده میگم اقتصاد نئوکنزی است. یعنی چه؟ یعنی دولت با واگذار کردن یا در اختیار جامعه پول گذاشتن به گروه‌های ضعیف جامعه، میزان مصرف رو در جامعه بالا میبره و از این طریق چرخ تولید را میفته. برای این کار جرأت میخواد. یعنی دولت باید جرأتی رو داشته باشه که بتونه چنین پولی رو به جامعه بده و شرایط رو برای تولید فراهم بکنه. از طرف دیگه شرایط برای تولید هم بسته است. یعنی ما یک فاکتور دیگه هم داریم. ولی آنچه که در کوتاه مدت باید انجام بشه اینه که جامعه از این تب و تاب و این التهابی که گرفتار شده و حق هم داره و نباید تمام هزینه های این سیاست گروه های ضعیف جامعه اون 60% پرداخت بکنن. اون گروه های به اصطلاح که امکانات در اختیارشون است و خوبم پس انداز کردن و برشون هم سوار هستن، اونها باید با این گروه های پایین تقسیم بکنن این امکانات رو. و اگر هم میخواد سیاست دنبال بشه، سیاست نئوکنزی، اقتصاددانان داخل ایران خوب بلدن، قشنگ برای دولت میتونن توضیح بدن که چگونه میشه فعال کرد تولید در پایین. و اینم باید دولت پول رو به جامعه، نهادها باید پول رو به جامعه، به مردم برگردونن که بتونن باش مصرف کنن. آقای صلواتی 30 ثانیه فرصت اگر که میخواد این پول رو اگه برگردونن، همون اتفاق دارم میگم که عرض میکنم که در آرژانتین افتاده دیگه، بحث دنبال سایه دویدنه. شما هر چقدر پول به جامعه تزریق بکنید همینقدر تورم میره بالا، به خاطر اینکه نقدینگی میره بالا. باید اون پولها بیادش بره توی زیرساختها سرمایه گذاری بشه و در اثر ایجاد سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه تولید ثروت بشه. متشکرم آقای حاجی قاسمی، شما هم 30 ثانیه جمع بندیل. چون شرایط خیلی حادی پیش اومده، با 50,000 تومان مردم نمیتونن مسائلشون رو حل کنن، به رقم بسیار جدیتری احتیاج هست و تورم مازادی که ایجاد میشود مسئولیتش با دولت است. باید دولت بتواند با از گروه های دیگه‌ای که از نعم مادی گستردی برخوردار شدن و از نهادها در این مقطع بسیار حساس حداقل کمک بگیره و مسئله بالا بردن قیمت حامل های انرژی و تبعات اون برای اقتصاد رو در یک روند طولانی مدت تر بود برنامه‌ریزی. متشکرم از هر دوی شما، علیرضا صلواتی و علی حاجی قاسمی. عفو بین الملل در تازه ترین گزارشش اعلام کرده که دست کم 208 نفر در اعتراضات سراسری ایران کشته شدند. هرچند به گفته این نهاد آمار واقعی قربانیان احتمالاً از این هم بیشتر است. عفو بین الملل همچنین میگوید که خانواده های قربانیان تهدید شدند تا سکوت کنند. با گذشت بیش از دو هفته از آغاز نارامی ها هنوز حکومت آماری رسمی از شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت شدگان ارائه نکرده. یک نماینده مجلس گفته که اگر مراجع زیرفت آمار ندهند، نمایندگان مجلس ناگزیر ارقام مستند بر گزارش های مردمی را منتشر خواهند کرد. باران عباسی گزارش می‌دهد. حمله یکی از نیروهای امنیتی با سنگ به زنی که در حال فیلم برداری است. تازه ترین تصاویری که از اعتراضهای اخیر منتشر شده. و این تصاویری دلخراش از زنی که بر زمین افتاده و صورتش از خون پوشیده است. تصاویری که در حالت عادی قابل پخش نیستند. همشون با گازاشگاه ریختن تو مردم، نگاه کنی. با گذشت بیش از دو هفته از شروع اعتراض‌ها، مقام‌های ایران همچنان از انتشار آمار قربانیان و بازداشت شدگان خودداری می‌کنند. اما عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌ها را دست کم 208 نفر اعلام کرده. به گفته این سازمان، این آمار بر اساس گزارش‌های معتبر از منابع مختلف و همینطور مصاحبه با خانواده‌های قربانیان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران به دست آمده. عفو بین الملل هشدار داده که شمار واقعی کشته شدگان به احتمال زیاد از این بیشتر است. پیشتر سایت کلمه به نقل از منابع آگاه گفته بود دست کم 366 نفر در اعتراضات کشته شدند. مرگ بر دیکتاتور. این
اینجا شهریار است، جایی که بنابر گزارش ها یکی از بالاترین آمار قربانیان را داشته. ده ها تن رو ما در واقع ثبت کردیم که در شهر شهریار کشته شدن، جایی که به نظر موج هولناک کشتاری که در واقع سراسر کشور اتفاق افتاده بود در اونجا خیلی زیاد هستش. 40 سال پدر ملت داره. در نبود آمار رسمی، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بعضی از قانونگذاران خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یابند تا ابعاد ماجرا روشن شود. اخبار جسته گریخته از جاهای متفاوت به دست ما میرسد که تفاوت آماری فاحشی دارد. مشاهده میکنیم بین جانباختگان نوجوانان هستند که بسیار تأسف آور است. کمیسیون ویژه باید با قید سه فوریت به مجلس بیاید و سریع شروع به کار کند. باید در اسرع وقت اعضایش مشخص شود تا ما بتوانیم در چند ماه باقی مانده در مجلس دهم نتایجی را به دست بیاوریم و گزارش دهیم. با این حال عفو بین الملل میگوید دستیابی به حقیقت تنها با کمک نهادهای بین المللی ممکن است. با تجربیات قبلی هم نشون میده که مقامات ایران تمایلی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف و بیطرفانه ندارن. برای همین هم عفو بین الملل از کشورهای دنیا خواسته که مقامات ایران رو پاسخگو نگه دارند و در واقع از اونها بخواند که اجازه بده به گزارشگران ویژه سازمان ملل، گزارشگر ویژه‌ای که اجازه ورود به ایران رو نداشته در چند سال گذشته، بتونن به ایران وارد شن و تحقیقات موثر و بی‌طرفانه و شفاف رو انجام بدن. ماهشهر یکی دیگر از شهرهایی است که به نظر می‌رسد سرکوب معترضان در آن گسترده و شدید بوده. هر روز روایت‌های بیشتری از ساکنان این شهر منتشر می‌شود، از جمله این روایت که بازخوانی شده از برخورد با معترضانی که یکی از جاده‌های اصلی را بسته بودند. جوری شلیک می‌کردن به این مردم عادی که پرپر شدن و جنگ از جاده به داخل شهر کشیده شد. یک بدبخت رو داخل بالکن خونش تیر زدن تو جراحی. بموند که عده‌ای رو بردن. اتوبوس‌های خط واحد با خودشون آورده بودن، پر می‌کردن می‌بردن. با این حال مقام‌های ایران بسیاری از معترضان را اشراری وابسته به خارج می‌خوانند و وعده اجرای عدالت یا در واقع مجازات آنها را می‌دهند. حتما ما نسبت به اشرار بونه که وابسته به بیگانگان بودند، پیام اونها رو دنبال می‌کردند. باران عباسی، بی بی سی. حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و انشالله بدانند که اون چه همونطور که دیدید تصمیمی که در واقع یک تصمیم اقتصادی بود منجر به اعتراضات گسترده و قربانی شدن دست کم 28 نفر در ایران شد. سیاستی که بسیاری از کارشناسان دربارش مقاله نوشتند و خواهند نوشت، از جمله اونها استیو هانکه، مدیر مؤسسه اقتصاد کاربردی سلامت و مطالعات کارآفرینی در دانشگاه جانز هاپکینز از بالتیمور آمریکا که به ما پیوستند. آقای هانکه، در مقاله‌ای که شما پیشتر در مجله فوربس نوشته بودید اشاره کردید که سیاست‌های اقتصادی ایران که به چند دهه قبل برمیگرده عامل شرایط فعلی اقتصاد و نه لزوماً تحریم‌های آمریکا. میشه بیشتر برای ما باز بکنید که مشخصاً منظورتون چیه از این عوامل؟ Yes. بله، از زمان انقلاب تصمیم های اقتصادی به صورت عمده در دستان آیت الله ها، سیاست مدار ها و بوروکرات های دولتی و گروه های خاص دیگر مثل سپاه پاسداران بودند. بنابراین همه تصمیم های اقتصادی اساساً در واقع تصمیم های سیاسی بودند و مردم در اونها نقشی نداشتند. بنابراین در بازار اتفاقی نمیفته که در واقع نقش اقتصادی داشته باشه، نقش سیاست گذاری داشته باشه، از بازار نمیاد. به عنوان مثال به نرخ تبدیل ارز دقت کنید. در بازار سیاه شما یک نرخی رو دارید بین مثلا تبدیل ریال و دلار و از طرف دیگر
و این خب سه برابر بیشتر از نرخ تبدیل رسمی است. به این دلیل که همه چیز رو در کنترل دارن و سیاست که اقتصاد رو کنترل میکنه، شما چیزی رو دارید که من بهش میگم قیمت‌های دروغین در اقتصاد. هیچ چیزی حقیقی نیست. و در نتیجه اون با گذشت زمان اقتصاد تحریف میشه و کارکرد خودش رو از دست میده. و درست مثل شوروی سابق که در 1989 سقوط کرد، سقوطش به این دلیل بود که پولیت بورو و بوروکرات های دولتی داشتن تصمیم می گرفتن که اقتصاد باید چطور باشه و به چه سمتی بره، نه مردم روسیه. به عنوان مثال تمام قیمت ها دروغین بودن و در نهایت اقتصادشون سقوط کرد. ما دقیقا این همین رو در ایران میبینیم. آقای هانکه، پس با این اوصاف شما پیشبینیتون اینه که اقتصاد ایران هم رو به فروپاشیه. بسیاری از مقام ها در داخل ایران میگن که تصمیمشون برای افزایش قیمت بنزین برای پیشگیری از این اتفاق بوده و تلاش برای واقعی کردن قیمت بنزین. به نظر شما یه تصمیم درستی بوده؟ بله، تصمیم درست بود به این معنی که داشتن یک قیمت دروغین رو حذف می‌کردن. بنابراین از نظر اصولی ایده خوبی است، اما مشکل اینجاست که شما باید در واقع بیاین سوبسیدها، یارانه‌های بنزین رو کم کنید و وقتی که در حال حاضر قیمت اونقدر هم کم نیست اگر این سوبسیدها رو نادیده بگیریم. بنابراین زمان شاید نامناسب بود، ولی خب اصولا کار درستی انجام دادن. توصیه های فراوانی داشتید شما در مقاله که نوشتید برای اینکه کمکی باشه برای شرایط بحرانی اقتصاد ایران، از جمله شفافیت بیشتر، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش اثرات تورمی. اما میبینیم که همین تصمیم افزایش قیمت بنزین در همین دو هفته اثرات تورمی شدیدی داشته و در نتیجه فشار بر مردم ایران. Well, it has increased the price of gasoline. That's true. بله، این درسته که قیمت بنزین رو اضافه کرده، اما نرخ کلی تورم کم و بیش همون هست و خیلی افزایش پیدا نکرده و در واقع نرخ تبدیل ارز هم نسبتاً باثبات مونده. اما بازار سیاه یک بازار آزاده، بنابراین اونجا اگه بریم به نرخ تبدیل ارز نگاه کنیم، حتی کمتر شده در ماه گذشته. بنابراین نسبتاً اگر از این افت 9% بگذریم، نسبتاً با ثبات مونده. راهی که دولت بتونه که درست انجام بده کارشو و راه حلی پیدا کنه اینه که ریال رو به طلا متصل کنه، در واقع یک نرخ تبدیل ثابت رو ایجاد کنه و ریال رو به همون خوبی طلا بکنه، ملاک رو طلا قرار بده و اون وقت نرخ تبدیل ثابت بشه. من در این باره در گذشته نوشتم، در کتابم که سال گذشته منتشر شد هم نوشتم. در واقع کاری که باید کرد اینه که طلا رو پشتوانه ریال قرار بدن و اون دولت رو وادار خواهد کرد که از ایجاد و تشویق قیمت‌های دروغین خودداری کنه. This would be a tremendous
و این یک اصلاح اقتصادی عظیمی خواهد بود که مسیر کشور رو به جهت درست سوق خواهد داد. مشکل افزایش قیمت بنزین اصل قضیه نیست. مشکل اینه که شما دارین در واقع یک سر سوزنی میزنید به یک اقتصادی که هزاران مشکل دیگر هم داره. نکته اصلی اینه که دولت باید از اقتصاد خارج بشه. بهترین کارش اینه که ریال رو، پشتوانه ریال رو طلا قرار بده. در واقع باید یک قول و زنجیر ببندیم به دولت و از دخالت دولت در اقتصاد جلوگیری کنیم. متشکرم استیو هانکه، اقتصاددان با ما. اعصاب رقیب در عراق سرگرم رایزنی برای انتخاب نخست وزیر جدیدند، یک روز بعد از آنکه مجلس استعفای عادل عبدالمهدی را پذیرفت. اما کنارگیری او به نارامی ها پایان نداده. نارامی هایی که طی دو ماه گذشته جان حدود 400 نفر از معترضان را گرفته. نخست وزیر جدید که باید توسط رئیس جمهوری معرفی شود، باید مورد تایید احزاب و فراکسیون های سیاسی کشور هم باشد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز در بصره نوبت زنان بود و تظاهرات علیه حکومتی که میگویند از ریشه فاسد است و تحت نفوذ خارجی ها و مسئول قتل دست کم 420 معترض در دو ماه گذشته. اینجا شعار عادل عبدالمهدی تک تیر اندازانت کجایم؟ و این نمادی از شلیک گلوله گاز اشک‌آور به سر تظاهر کنندگان، چیزی که چند ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و کشور را تکان داده است. استعفای دیروز او در پارلمان هم نتوانسته این معترضان را آرام کند. ما گروهی از زنان هستیم که با شعار من انقلاب هستم به خیابون اومدیم که به دنیا نشون بدیم، به مردم بصره نشون بدیم که تا این دولت سرنگون نشه به اعتراض‌ها ادامه میدیم. مجلس عراق دیروز با استعفای عادل عبدالمهدی توافق کرد، کسی که تنها کمی بیش از یک سال نخست وزیر بود. احزاب و فراکسیون‌های سیاسی حالا باید بر سر جانشین او به توافق برسند و می‌دانند جانشین او باید در سطح خیابان‌ها هم قابل قبول باشد. در فاصله کمی از مجلس در میدان تحریر روشن است که انتخاب نخست وزیر جدید آسان نخواهد بود. بدون برلمان، یعنی احنا اذا استقال عادل عبدالمهدی، اگر سیاستمدارها کسی دیگری را هم جایگزین عادل عبدالمهدی کنند چیزی عوض نخواهد شد. همان وضع و همان سیاست ها و همان فساد ادامه خواهد داشت. ما خواهان یک تغییر اساسی هستیم. هی به تغییر الحکومه جذریا من اساسها. آیت الله سیستانی، بزرگترین مرجع تقلید شیعیان عراق، از طریق نمایندش خواستار کنار رفتن نخست وزیر شده بود. او از مجلس خواست است به قول او به نفع عراق دولت جدیدی انتخاب کند. وسعت نارامی های دو ماه گذشته در عراق در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. معترضان از جمله به دخالت های خارجی، به خصوص دخالت های ایران و گروه های مسلح تحت فرمانش از جمله در هشت شعبی اعتراض دارند. هشت شعبی اما امروز این ویدیو رو منتشر کرده و میگوید زد خورد دیشب را نشان میداد بین افرادان و نیروهای داعش. هشت شعبی میگوید این زد و خوردها با داعش در نزدیکی خانقین در 10 کیلومتری مرز ایران صورت گرفته و اشاره میکند که نارامی ها در عراق میتواند داعش را دوباره به تهدیدی بزرگ تبدیل کند. اما اعتراض ها ادامه داشته، حتی در موصل، بزرگترین شهری که به دست داعش افتاده بود. این دانشجویان در این شهر و اعتراض به کشتارهای معترضان در باقی کشور. استعفای دولت که حالا به طور موقت امور را به دست دارد، بحران را عمیق‌تر کرده است. کسری نجی، بی بی سی.
وزارت بهداشت ایران شمار قربانیان موج اخیر آنفولانزا در این کشور را 56 نفر اعلام کرده. گفته شده که 19 نفر از آنها هفته پیش جانشان را از دست دادند، عمدتاً در استان‌های کرمان، گلستان، مازندران، خوزستان و کهگیلویه و بوراحمد. معاون وزیر بهداشت میگوید هر سال با سرد شدن هوا آنفولانزا در ایران شیوع پیدا می‌کند، اما امسال موج این بیماری زودتر آغاز شده و ویروس آن هم این بار مهاجم‌تر و فراگیرتر است. به گفته او بیش از 4000 مبتلا به آنفولانزا در بیمارستان‌ها بستری شدند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق پزشکی در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر، علت اینکه امسال اینقدر تعداد قربانیان آنفولانزا در ایران بالاست چی میتونه باشه؟ یکی مسئله مهمش این هست که وسعت واکسیناسیون امسال مثل سالهای گذشته نبوده، به خاطر اینکه در اواخر شهریور ماه و ابتدای مهر ماه که زمان مناسب برای تلقی واکسن هست، یک سری در واقع جبهه گیری های منفی علیه واکسن شد و اون گسترش خاصی که لازم بود نبود. نکته دیگه آلودگی هوا و ساکن بودن هواست که این مسئله تشدید میکنه و باعث میشه که در واقع آنفولانزا وسعت بیشتر یا لحاظ همه‌گیری پیدا بکنه. و از طرفی همونطور که شما فرمودید، ویروس آنفولانزا امسال بسیار مهاجمتر و بسیار علائمش و عوارضش وخیمتر از گذشته است. هم به سرعت منتشر میشه، هم زمان سکونش که بعد از قبلا بین 5 تا 7 روز بود و تبدیل به بیماری میشد، الان بعد از 2 تا 3 روز علائم بیماری ظاهر میشه. و همین که عوارض این ویروس، عوارض ابتلا به آنفولانزا در این ویروس جدید بسیار بسیار بیشتر از سالهای گذشته است. آقای دکتر، برای افرادی که در مناطق محروم مبتلا میشند، آیا هیچ راهی برای کمک کردن به اونها و در واقع پیشگیری از مرگشون وجود داره؟ می‌دونیم که مهمترین عاملی که در واقع جلوگیری می‌کنه از عوارض بیشتر بیماری آنفولانزا تغذیه مناسب هست و یکم نوشیدن آب زیاد. متاسفانه با شرایطی که در مناطق محروم وجود داره و سوء تغذیه‌ای که وجود داره، این بیماری همراه با عوارض بسیار زیادی هست و تنها راهی که میشه و کمکی که میشه به اینها کرد اینه که کمک کنیم که تغذیه بهتری داشته باشن، سبزیجات و میوه تازه بیشتر بخورن. و یکی دیگه این که شناسایی بیماران در معرض خطر و اونهایی که احتمال عوارض بیشتر هست، سریعاً باید درمان ضد ویروس در اینها شروع بشه و هر چه زودتر درمان شروع بشه عوارضش بسیار کمتر خواهد. کسانی که تا الان واکسن نزدن، آیا الان زمان مناسبی هست برای اینکه برن واکسن بزنن با توجه به اینکه شیوع پیدا کرده بیماری؟ از اونجایی که ما یه همه‌گیری دیگه در ابتدای بهار خواهیم داشت و همه ساله توی علاوه بر این زمان در فصل بهار هم باز همه‌گیری مجدد داریم، زدن واکسن در هیچ زمانی دیر نیست، اما 3 تا 4 هفته طول میکشه تا واکسن اثر خودش رو داشته باشه. هرچند که این واکسن خیلی تاثیر زیادی بر این نوع خاص از آنفولانزا نداره، ولی بر عوارض این بیماری مؤثر هست و باعث میشه که آنفولانزا با شدت و حدت کمتری بروز بکنه. و اگر الان هم هنوز مبتلا نشدن، پیشنهاد من این هست که واکسن رو بزنن و برای همه‌گیری های آینده آمادگی بیشتری پیدا بکنن. چه راه‌هایی برای پیشگیری هست؟ آیا فرضاً زدن ماسک ممکنه کمک بکنه؟ خب یکی از راه‌هاش همین بهداشت فردی هست، شستن دست‌ها، جلوگیری از تماس با دیگران و اگر هم تماس با دیگران دارن روبوسی نکنن، دست ندن با هم، در فاصله نزدیک با هم دیگه صحبت نکنن. بهتر این هست که در این زمان از ماسک‌های مخصوص سلایه استفاده بشه، ماسک‌هایی که قدرت عبور در واقع جلو عبور ویروس رو میگیره. ماسک‌های معمولی خیلی زیاد مؤثر نیست، اما همین ها هم تا حدودی باعث جلوگیری از انتشار بیشتر میکنه. راه دیگه این هست که کسانی که احتمال میدن به هر نوعی از آنفولانزا مبتلا شدن، حتما در خونه بمونن، در محیط‌های عمومی، در مدرسه، در محل کار حاضر نشن تا جلوگیری بشه از انتشار بیشتر بیماری. گفته میشه که اکثر کسانی که جانشون را از دست دادند یا مسن بودند یا سابقه بیماری‌های دیگه‌ای رو داشتند. آیا جوان‌ها هم باید نگران باشند؟ این بیماری هیچ کسی رو در امان نمیذاره و در همه سنین افراد رو مبتلا میکنه.
عوارض هم باز برای همه افراد، چه افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و چه در افرادی که بیماری زمینه‌ای ندارن، ممکنه به وجود بیاد، اما درصدش در سالخوردگان، در کودکان، در خانم‌های حامله، در کسانی که داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی استفاده می‌کنن و یا بیماری‌های مثل دیابت و سایر بیماری‌های زمینه‌ای دارن بیشتر هست. اما باز هم چه جوانان و چه کسانی که از سلامت ظاهری در واقع برخوردار هستن، باز هم امکان ابتلا و امکان بروز عوارض در اینها هم هست. متشکرم دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی. امروز در هنگ کنگ مراسم اهدای جوایز بهترین های فوتبال آسیا برگزار شد، اما ایرانی ها در حالی که برای 5 جایزه در بین 3 نامزد نهایی قرار گرفته بودند، در نهایت دست خالی به خانه برگشتند. پوریا جعفر نگاهی کرده به برنده ها و بازنده های جوایز امروز. طبق روال سالانه با نزدیک شدن به پایان سال میلادی، وقت اهدای جوایز بهترین های فوتبال آسیا رسید. مراسم این بار در هنگ کنگ برگزار شد. در حضور رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بحرینی و رئیس فدراسیون جهانی فیفا جانی اینفانتینای سوئیسی، ایران در 5 دسته مختلف نامزد بود، از جمله مهمترین جایزه یعنی بازیکن مرد سال آسیا که فقط به شاغلین باشگاه‌های آسیایی داده می‌شود. جایزه‌ای که به اکرم عفیف از قطر رسید که نزدیک یک سال پیش همراه تیم ملی کشورش قهرمان آسیا شد و جایزه از دستان علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی و پرسپولیس کوتاه ماند. از اکرم عفیف که به دلیل مسابقه‌های کشورهای عرب خلیج فارس در مراسم حاضر نبود، پیام ضبط شده پخش شد و جایزه اش را به جاوی مربی باشگاهی او در تیم اسد تحویل دادند. کمی بعد از این مراسم اکرم عفیف در برد 4-2 قطر مقابل امارات برای کشورش 2 گل زد. ایرانی ها نه تنها در این جایزه برنده نشدند، بلکه در گرفتن بقیه جوایز این روز هم ناموفق بودند تا دست خالی به تهران برگردند. در دوره های گذشته هم اینطوری بوده، ما عموما مثلا در 3-4 آیتم کاندید بودیم، اما در واقع هیچ موقع به جایزه بهترین نمی رسیدیم. این که یک مسئله مهمتری هم که این وسط وجود داره، اصولا در انتخابات هایی که در قاره آسیا و در کنفدراسیون فوتبال آسیا اتفاق می افته، فقط اون رأی کارشناس ها یا مربی ها و نظرات اونها نیست که برای انتخاب برترین ها لحاظ میشه. به نوعی کرسی های قدرتمند در واقع هیئت رئیسه این کنفدراسیون تاثیرگذار هستند برای اینکه خب علاوه بر ماجراهای میزبانی های مختلف، ما حتی اینو ببینیم که بازیکنانی از کشورهایی در این شایستگی وجود داشته باشن، اما اصولا در چند سال گذشته همیشه رسیده به اون فدراسیون هایی که خیلی صاحب نفوذ و قدرتمند بودن. در حالی که ساکی کوموگای از ژاپن جایزه بهترین بازیکن زن سال آسیا را برد، برای جایزه بهترین مربی زن سال فوتبال آسیا در کنار چهره های مطرح جهانی، کتایون خسرویار از ایران هم نامزد شده بود. خسرویار که تقریبا تمام زندگی خودش را وقف رشد فوتبال زنان در ایران کرده، به دلیل نامزدهای مشهور دیگر برنده این جایزه نشد. اما شاید عجیب ترین نامزدی قرار گرفتن فدراسیون فوتبال ایران با تمام انتقادها در بین فدراسیون های الهام بخش سال بود. فدراسیون فوتبال ایران در 2-3 دوره گذشته هم ما رو سورپرایز کرد با یک همچین عنوانی، و در واقع با اینکه انتقادهای بسیار زیادی وجود داشت و شاید مثلا یک اتفاق خیلی ساده، ما در طول سال 2019 بشموریم ببینیم چند فیفا دی رو از دست دادیم و یا اتفاقات بسیار بزرگتری که در فدراسیون فوتبال ایران میفته، همواره انتقادهای بسیار جدی هم بهش واجب در واقع وارد هست. اما در حال در این تعجب میبینیم که در واقع در 2-3 دوره گذشته همیشه عنوانهای مثل فدراسیون 5 ستاره یا مثلا الهام بخش یا بهترین مثلا در حوزه کارهای فرهنگی همیشه میدیدیم که کاندید بود. به نظر میرسه اون کرسی هایی که من گفتم دسته های کفاشیان تاج هم بوده، تا اینجا تونسته به فدراسیون فوتبال کمک بکنه که همواره بیان توی این لیست کاندیدا قرار بگیرن، ولی خب در نهایت این سمت ها هیچ کمکی به فوتبال ایران نمیکنه. ایران دیگر در ردبندی بهترین تیم آسیا نیست و از این مراسم هم چیزی عایدش نشد. خبرهای ناخوشایند فوتبالی که انگار اراده‌ای برای پایان دادن به آنها وجود ندارد. پوریا جعفر، BBC.
ایرانی ها بیش از یک قرن است که نگران عقب ماندن از جهان هستند. گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی در این دوره می گفتند که عقب ماندگی از کمسوادی است و کمسوادی به دلیل سختی سواد آموزی. بعضی از آنها چاره را در ساده شدن خط فارسی می دیدند. این زمزمه به گوش خیلی از دانش آموزان هم خوش آمد که نمی دانستند چرا برای نوشتن صداهای مشابه باید حروف مختلف به کار برد. اما آیا تغییر یا اصلاح خط کار راحتی است؟ سود و زیانش چیست؟ سام فرزانه گزارش می‌دهد. خانه میرزا فتحعلی آخوندزاده در تفلیس گرجستان، اینجا حالا موزه او شده. آخوندوف یا آخوندزاده معتقد بود که یکی از دلایل کمسوادی در ایران و کشورهای اطراف سختی یادگیری خط است. او آسینها را بالا زد و در طول زندگی چندین و چند خط طراحی کرد که آخرینش با استفاده از حروف یونانی و روسی بود. به نظر من هیچ کدام از پیشنهادهایی که برای تغییر خط شده هیچ کدام مبنای زبانی نداره، بلکه اونها همه مبنای سیاسی و مبنای ایدئولوژیک داره، یا یک نوع ایدئولوژی ملی‌گرایانه پشتش بوده. ما میگفتیم خط ما غیر از زبان عربیه، غیر از خط عربی باید باشه، یا یک نوعی ایدئولوژی نزدیکی به غرب رو دنبال میکرده، یا هر دو رو با همدیگه همزمان، مثل حادثه‌ای که در ترکیه اتفاق افتاد. آخوندزاده و همفکرانش جوامع اسلامی را از غربی‌ها عقب مانده تر می‌دانستند. مشکل را در بیسوادی ملت و گره آن را در خط دیده بودند که به نظرشان برای یادگیری خط دشواری است. تغییر خط یک مسئله قرن بیستمی است و فقط در دو جای عالم اتفاق افتاده، برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه همه فکر میکنن که همه کردن این کارو، نه، در حوزه اتحاد شوروی و در ترکیه. در ترکیه یک تغییر نسبتاً موفق بوده برای اینکه به یک تثبیتی منتهی شد. در آسیای میانه این مسئله به یک آشوب منتهی شده. مثلا در جمهوری آذربایجان خط چند بار تغییر کرده، از عربی به لاتین در 1926، از لاتین به سیرلیک در 1935، تغییر به سیرلیک ساده شده در 1958 و بازگشت به لاتین در 1991. هر خطی وابسته است به یک تمدن و به یک حوزه تمدنی و فرهنگ اون تمدن و آثار و اسناد اون تمدن رو منتقل میکنه. ما در واقع وقتی تصمیم میگیریم که خط رو تغییر بدیم، باید تصمیم بگیریم که آیا میخواییم رابطمون رو با اون تمدن و فرهنگ حفظ بکنیم، یا میخواییم دست کم در کوتاه مدت تصمیم میگیریم این ارتباط رو قطع کنیم. ترکیه. تغییر خط در این کشور موجب قطع ارتباط با خطی شد که بر در و دیوارهای آثار باستانی آنها نوشته شده و حالا برای عموم مردم بی‌معناست. اما آن زمان که در ترکیه خط تغییر کرد، بایگانی اسناد به اندازه امروز نبود. برای همین تغییر خط در جهان امروز دشوارتر به نظر می رسد. شاید برای همین باشد که از میانه دهه 40 در ایران سودای تغییر خط جایش را به اصلاح خط داد. خط فارسی ایرادهای اساسی داره، همچنان که همه خط‌های این ایرادهای اساسی رو دارن، منتها به شیوه خودشون. گروهی از هواداران اصلاح خط میپرسند چرا باید چهار نوع ز نوشت در حالی که در تلفظ متداول یک طور بیانشان میکنیم؟ چرا باید سه تا سه داشته باشیم با یک صدا و چرا دو حرف با صدای ت یا دو تا با صدای ق و دو تا با صدای ه؟ این گروه میخواهند با کاستن از تعداد الفبای فارسی نوشتار را به لهجه و تلفظ متداول نزدیک کنند. اگر بیاییم این حروف رو خارج بکنیم، املای بسیاری از کلمات رو مشابه هم میکنیم. اتفاق دوم این هست که بسیاری از کلمات که معانی مختلف دارند و ریشه های مختلف دارند و اشتقاق های مختلف دارند، املاشون به هم شبیه خواهد شد. مثلا در عربی کلمه حد داریم که به معنای مرز هست و دور چیزی هست. ما این ریشه رو در کلماتی مثل حدود، محدود و کلمه تهدید رو هم از این ریشه در فارسی به کار میبریم که همه اینها به ما اجازه میده که ما ارتباط معنایی بین این کلمات رو درک بکنیم، بدون اینکه مجبور باشیم که هر کدوم از این کلمات رو یاد بگیریم. ما یک تهدید دیگه داریم در فارسی
شما در اینجا کلمه تهدید رو دارید که به معنای ترساندن کسی هست. اگر ما اینها رو به یک صورت املا بکنیم، ارتباط بین این هم خانواده ها به هم میخوره، یعنی یکی به جای دیگری گرفته میشه. ما در نوشته وقتی نگاه میکنیم، به دلیل حرف خاصی که به کار رفته، ما ارتباط بین این کلمات رو به راحتی برقرار میکنیم. و اگر قرار باشه که ما هر دو خانواده کلمات رو با یک نوحه بنویسیم، اون وقت ما دیگه این ارتباط رو از دست میدیم و گم میکنیم. اما بعضی از مشکلات خط فارسی قابل اصلاح هستند. مثلا دشواری خواندن مصرع دوم این بیت از سعدی با استفاده از اعراب گذاری حل می شود. بیچاره خار می خورد و بار می برد. یکی از مشکلاتی که در خط فارسی وجود داره مسئله سر هم نویسی و جدا نویسیه. اصلاحگران خط فارسی اعتقاد دارند که اگر بتوان اجزای کلمات ترکیبی مثل پیشاهنگ یا دستاویز را جدا و با نیم فاصله نوشت، خواندنشان آسان‌تر می‌شود. البته مواردی وجود داره که چون در سنت طولانی خط فارسی به یک صورتی نوشته شده، ترجیح میدن که دست به ترکیب اونها نزنن، به عنوان استثنا نگه دارن. مثل کلمه دانشجو که برخلاف دانش آموز هیچگاه اعضایش از هم سوا نشدند. مثال ها از تلاش برای اصلاح خط فارسی بسیار است، اما این اصلاحات اگر آنقدر رادیکال باشد که بخواهد گنجینه ادبیات فارسی و مجموعه اسناد به جا مانده از این زبان را برای ما ناخوانا کند، آن وقت باید از مبلغان این اصلاحات خواست توضیح بدهند که چرا به گمان آنها چون این اصلاحاتی ضروری است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. این بود این 60 دقیقه. شب بخیر.